تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الهی انتقنی بالهدى والهمنا التقوى. سر سفری قرآنیم، از اول قرآن شروع کردیم، جزء 28 سوره جمعه آیه 2 هستیم. بشنوید. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. او کسی است که در امیین پیامبر فرستاد. امیین، کلمه ام یا به مردم مکه گفته میشه، چون مکه ام القراست، یا امی یعنی درس خوندن، خوندن نوشتن نمیدونه، یا یعنی کتاب و کتاب آسمانی تا حالا نداشتن. خداوند در بین امیین، یعنی در بین مردم که سواد ندارن، یا در بین مردم مکه، یا در بین مردمی که رهبر آسمان نداشتن، رسولی مبعوث کرد. بین اینها پیامبری فرستاد، منهم از خودشون، چون پیغمبر وقتی از خودشون نمیتونه اثر بذاره. وقتی میگه صبر کنید، ببینیم مردم اینا خودش هم صبر میکنه. وقتی میگه جبهه، ببینیم خودش هم رفت جبهه. وقتی میگه تقوا، ببینیم خودش هم تقوا داره. باید از خودشو باشه تا الگوی عملی باشه. رسول هم منهم. خب یتلو علیهم آیاته، وظیفه پیغمبر اینه آیات الهی رو بر مردم تلاوت کنه، مردم رو تذکیه کند و آموزش بده. در قرآن یزکیهم قبل از یعلمهمه، یعنی آدم باید اول ضعف رو بشوره بعد چرش کنه. اول تذکیه قلب پاک، چون اگه آدم قلبش آدم لجوجی باشه چیزی هم یاد نمیگیره. آدم لجباز قفل میشه، روحش بسته، ذهنش بسته، گره خورده. ولذا یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. کتاب همون قرآن و قانون، حکمت و بینشه، حقیقت را حقیقت دیدن. پیغمبری برای اینها فرستاد که اینها را با تلاوت آیاتش تذکیه کنه، تعلیم بده، گرچه قبلا اینها در گمراهی بودن. کلمه تذکیه از زکات به معنای رشد و نمو همراه با خیر و برکت. بعضی جا رشد و نمو هست اما برکت نداره، بعضی جا هم برکت هره رشد و نمو توش نیست. رشد و نموی که همراه با برکت بشه تذکیه است. خب مراد از حکمت معارف الهی است، حقایق الهی است که بینش صحیح انسان داشته باشه. یه افرادی میگفتن ما هی الا حیاتنا الدنیا، اصل زندگی همین دنیاست، بعد از من هیچ میشیم. یه دیده میگه نه، انما الدنیا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. یه عده میگن جز دنیا هیچی نیست، یه عده میگن دنیا مقدمه است، زندگی اصلی آخرته. این دیدها فرق میکنه، دید صحیح و دید غلط. خب حکمت جدای از کتاب نیست. قرآن حکیم داریم، انزل الله علیک الکتاب والحکمه یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب و حکمت با همه. قبلا در گمراه بودید. کلمه زلال در قرآن بارها اومده، خیلی کلمه قرآن 46 بار کلمه زلال اومده. بعضی جا میگه زلال مبین، زلال کبیر، زلال بعید. پیغمبر آمد تا مردم را هدایت کند، رشد بده. از چی؟ از جهل به علم، از شرک به توحید، از تفرقه به وحدت، از خرافات به حقیقت، از ذلت به عزت، از غارت
و دزدی به ایثار. جعفر طیار برادر علی بن ابی طالب که جز مهاجرین به حبشه بود، پلو پادشاه حبشه نجاشی وقتی ازش پرسید ای پیغمبر شما کیه، همین حرفا رو زد. گفت ما اهل بت‌پرست بودیم، مرده می‌خوردیم، کارهای زشت انجام می‌دادیم، مراعات حق همسایگان رو نمی‌کردیم، با فامیل قطع رابطه داشتیم و پیغمبر آمد همه رو عوض کرد. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، قبلا ما ای بودیم، این بودیم و پیغمبر ما رو به این توحید و بهداشت و اخلاص و ایثار دعوت کرد. خب آیا پیغمبر ما پیغمبر امیین بود که میگه اسف الامیین؟ پیغمبر ما پیغمبر مردم مکه بود؟ نه، پیغمبر ما پیغمبر مردم مکه نبود. اگر پیغمبر ما پیغمبر مردم مکه بود، چرا نامه به پادشاه ایران نوشت، به پادشاه روم نوشت؟ نامه های زیادی پیغمبر نوشته به قبیله ها، به سران کشورها. جمع شده خدا رحمت کند آیت الله احمدی میانه ای از علمای قم کتابی داره به نام مکاتب الرسول، یعنی نامه های پیغمبر رو جمع آوری کرده. خب بعثت پیغمبرها باعث رویش و جهش و رستاخیز در همه سطوح میشه. اینکه از بین امیین، مردمی که خوندن و نوشتن بلد نیستن، یه پیغمبر مبعوث بشه که پرچمدار علم و حکمت بشه، خودش از معجزات الهیه. اینجا میگه بعث فل امیین رسولا منهم، فل امیین منهم، یعنی پیغمبر بود از مردم باشه، منهم در مردم باشه، فل امیین یعنی در قرآن هم فی داریم هم من، فیهم منهم. اینجا میگیم فل امیین منهم، یعنی پیغمبر هم از مردم بود هم در مردم بود. تزکیه و خودسازی باید در سایه مکتب انبیا باشه، یتلو علیهم آیاته، با آیات خدا تزکیه بشه، با سیر و سلوک و چله نشینی و ریاضت هایی که از قرآن و روایات برخواسته نشده. خودسازی از این راه ها غلطه، روحانیت های غلط. یزکی هم و یعلم هم، تزکیه و تعلیم در رأس برنامه های انبیاست، یعنی محورم. از این معلوم میشه در محیط فاسد هم میشه کار کرد، با اینکه محیط فاسده، فل امیگین، مردم بی سوادن، اما پیغمبر نشون داد که بین مردم بی سواد و امی هم میشه کار کرد، از میان مردم عقب افتاده هم میشه دست به کار شد. برای که رحمتهای خدا رو درک کنیم، باید وضعیت فرهنگی و اخلاقی مردم اون زمان ببینیم چیه. مثلا ایران در زمان قبل از اسلام چی بوده، بعد از اسلام چی شده، عرب ها چجور بودن، ژاپن چجور بوده، آسیا چجور بوده، اروپا چجور بوده، جهان در عصر وسط چجور بود، پیغمبر چه نقشی داشت. خدا رحمت کند شهید با هنر مقاله علمی داره، با آقای جناب آقای رفسنجانی با هم نوشتن جهان در عصر بعثت. ما فقط میگیم زمان جاهلیت عربا بت پرست بودن، فکر کنیم ایرانی‌ها چی بودن، اروپا چجور بود، هند چجور بود، چین چجور بود. اگر خواسته باشیم ببینیم انبیا چه کردن، باید یه نگاهی بکنیم به قبل از آمدن پیغمبر اسلام تا ببینیم پیغمبر اسلام چه کاری داشته. خلاصه این آیه چی شد؟ در بین مردم امی خداوند پیغمبری مبعوث کرد که با تلاوت آیات قرآن به مردم رشد بده، به مردم نور بده، علم بده، حکمت بده. و بدونید که اینها که پیغمبر آورد، این ارمغانی که پیغمبر آورد، با توجه به اینکه قبلا در ضلال مبین بودن، در انحراف و گمراهی آشکاری بودن، و نقش برجسته پیغمبر معلوم میشه که چی بودن و چی شدن. از غارت به ایثار، از تفرقه به وحدت، از جهل به علم، از خرافات به حقیقت، از شرک به توحید. خدایا ما را پاسدار زحمات پیغمبر اسلام و همه انبیا و اولیا قرار بده. خب این آیه دوم از سوره جمعه هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.